آره. صحنه‌های درگیری بین دولت و نیروهای مخالف در سوریه برای تمام جهان آشناست، ولی این گفتگو فقط برای فارسی زبان‌ها آشناست. تصاویری که تازه بر روی اینترنت منتشر شده فارسی زبان‌های را نشان می‌دهد که فعالانه در درگیری‌های سوریه شرکت دارند و در خط مقدم نبرد هستند. چه خبر آقا؟ سلامتی. بریم یه گروه می‌فرستیم ببینیم. مخالفان حکومت سوریه میگویند این تصاویر را از یک کمپ نظامی که نیروهای ایرانی در آن حضور داشتند به دست آوردند. اخیراً دو خبرنگار و مستندساز ایرانی هم در درگیری‌های سوریه کشته شدند. بله. اینجا یک قرارگاه ارتش سوریه است، ظاهراً در حوالی دمشق. نیروهای فارسی زبان در لباس ارتش سوریه سرگرم اداره بخشی از عملیات هستند. افرادی حرفه‌ای و در زمینه مسائل نظامی صاحب نظر. دوباره پاکسازی همینجور خیلی سختی افتاده، میتونستیم منطقه پاکسازی بکنیم. در بخشی از ویدیو گفته میشود که حضور این نیروها برای حمایت از ارتش سوریه بسیار مؤثر بوده. شب بچه‌ها به عنوان کسانی که بتونن هدایت بکنن، بالاخره بود آدمای حضور نیروهای ایرانی در سوریه در گرماگرم نبردها برای کنترل شهر استراتژیک قصیر بیش از گذشته مطرح شد. در کنار نیروهای حزب الله، شکست مخالفان در قصیر ورق تحولات نظامی را به نفع بشار اسد برگرداند و موقعیت او را در مقابل مخالفان تقویت کرد. مخالفان دولت گفتند که ایران عملا وارد درگیری‌های سوریه شده، ولی بعضی از نمایندگان مجلس در ایران میگفتند که عده‌ای از افراد داوطلب برای دفاع از اماکن مقدس شیعیان در برابر حمله سلفی‌ها به سوریه رفتند و عده‌ای از این نیروهای داوطلب هم کشته شدند. ولی این ویدیوها در صورتی که درستی آنها تایید شود، احتمال حضور سازماندهی شده نیروهای ایرانی در سوریه را تقویت می‌کند. بعضی از تحلیلگران میگویند بعید به نظر میرسد که کمک این نظامی ها به ارتش سوریه تا حد فرماندهی و اداره عملیات بدون هماهنگی مقام های دو کشور، خصوصا نهادهای نظامی و امنیتی در ایران صورت گرفته باشد. جمال الدین موسوی، بی بی سی.